سلام، نوروز 1393 را به همه کسانی که این عید باستانی را جشن می‌گیرند شاد باش می‌گوییم. آوا آذری هستم. با ما همراه باشید با اولین بخش خبری در سال جدید. آغاز سال جدید شمسی همراه با بیم و امیدها بر سر برنامه اتمی ایران. یک مقام اتحادیه اروپا: اختلافات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی اتمی همچنان گسترده است. لغو مرخصی نوروزی بیش از 50 زندانی سیاسی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی تلویزیونی به مناسبت سال نو، شعار سال جدید را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامید. آقای خامنه ای که به صورت زنده از تلویزیون دولتی ایران صحبت می کرد، با اشاره به شعار سال گذشته که حماسی سیاسی و حماسی اقتصادی نامگذاری شده بود، گفت بخش اقتصادی این شعار علی‌رغم تلاش مسئولان محقق نشده. در باب حماسه اقتصادی، کاری که باید انجام بگیرد و توقع بود که اتفاق بیفتد اتفاق نیفتاد. تلاش هایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار بزرگی که باید در زمینه حماسه اقتصادی انجام بگیرد همچنان در پیش روی ماست و ما موظفیم که این حماسه رو به وجود بیاریم. مسئله اساسی اقتصاد برای کشور ما و ملت ما یک مسئله مهم است. لذا به گمان من اونچه که در پیش رو داریم در این سال جدید عبارت است از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفایی پیدا کند و فرهنگی که با همت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما را و ملت ما را معین کند. لذا من شعار امسال رو این قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی. در گفتگویی با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و سردبیر روزنامه اینترنتی راه دیگر، تحلیل ایشان را درباره پیام آیت الله خامنه ای به مناسبت نوروز و نامگذاری سال جدید به عنوان اقتصاد و فرهنگ پرسیدیم. به نظر میرسه که با توجه به اختلاف فرهنگی و نگاه فرهنگی که میان رهبر جمهوری اسلامی و دولت جدید وجود داره، قاعدتا سال آینده نباید سال آسانی برای دولت آقای روحانی باشه. به این دلیل که همونطور که از پیام رهبر جمهوری اسلامی پیداست، ایشون توقعاتی داره به لحاظ فرهنگی از دولت که البته گفتن در سخنرانی آینده توضیح میدن، و توقع دارن که امسال با مدیریت جهادی توقعات فرهنگی ایشون برآورده بشه و به همین دلیل هم امسال رو سال در واقع اقتصاد و فرهنگ گذاشتن، اون هم با مدیریت جهادی. ببینید، اقتصاد نکته ویژه‌ای نیست در سخنان آقای خامنه ای، به این دلیل که اولا اینکه ایشون اشاره میکنن حماسه اقتصادی محقق نشد بسیار طبیعی است. خود اصولگرایان هم در رسانه هاشون گفتن که این دولت یک در واقع وارث یک ویرانه اقتصادی است ناشی از سوء مدیریت در دولت قبل و سیاست هایی که منجر به تحریم جمهوری اسلامی شد. طبیعی است که دولت نمیتونسته در سال گذشته معجزه بکنه و چیزی شبیه حماسه اقتصادی محقق بکنه، و اینکه سال آینده مهمترین دغدغه مردم و مهمترین عزم دولت در حوزه اقتصاد باشه چیز عجیب و ویژه‌ای نیست و البته در پیام رهبر جمهوری اسلامی هم بهش اشاره شد. اما به نظر من نکته مهم این پیام که کار رو در سال آینده برای دولت آقای روحانی بسیار دشوار خواهد کرد، مسئله برآورده شدن توقعات فرهنگی آیت الله خامنه ای است. هم تعبیر فرهنگ با تعریف ایشون از تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، و هم واژه جهاد که در نام امسال اومده و جزو گفتمان جریانی بوده که در انتخابات گذشته رأی نیاورده، یعنی جریان آقای جلیلی، هر دو به گمانم در واقع راه دشواری رو میتونه پیش روی دولت آقای روحانی در سال 93 بذاره.
صحبت‌های محمد جواد اکبرین را شنیدیم در رابطه با پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت نوروز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود سال گذشته را سال حماسه‌هایی نامید که تاریخ آنها را از یاد نخواهد برد. او افزود که مردم در این سال علی‌رغم مشکلات پای صندوق رأی آمدند. روحانی ایجاد فضای آرامش، همدلی، نشاط و تحرک را مهمترین دستاورد سال 1392 دانست. او ادامه داد که در سال گذشته دولت توانست تورم را مهار کند. رئیس جمهوری ایران گفت که سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود. درباره سیاست‌های خارجی روحانی گفت که در سال گذشته گام نخست با توافق موقت هسته‌ای برداشته شد و این راه در سال جدید تا رفع تحریم‌ها ادامه خواهد یافت. حسن روحانی افزود که در سال آینده تحولات مثبتی در زمینه سلامت و بیمه درمانی روی خواهد داد. به گفته رئیس جمهوری ایران، گام بعدی در مسئله هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید برداشته خواهد شد و به اقشار کم درآمد جامعه کمک بیشتری خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران نیز در پیام نوروزی خود سال گذشته را سال انتخابات و حماسه سیاسی دانست. او از اینکه فضا در سال گذشته بازتر نشد و حصرها و حبسها پایان نیافت ابراز تأسف کرد. خاتمی با اشاره به زندگی سخت مردم به ویژه اقشار کم درآمد ابراز امیدواری کرد که طرحهای دولت جدید مورد حمایت همه ارگانها قرار گیرد. خاتمی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال پیش رو شاهد اصلاحات همه جانبه در درون نظام باشیم. می توانست این حماسه با بازتر شدن فضا، با تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، با رفع حصر و حبس ها، با رفع محدودیت ها از کسایی که دچار محدودیت شدند با شکوه‌تر بشود که متاسفانه نشد. گرچه در این زمینم فضای مناسب تری ایجاد شد ولی آنگونه که باید و شاید نشد، ولی هنوز هم امید هست که ما بتوانیم وارد فضایی بشویم که دلها به هم نزدیکتر بشود. این فضا به نفع ملت، به نفع کشور و به نفع نظام هست و میتواند شور و اشتیاق را برای ساختن کشور و برای همکاری در جهت اطلاع امور بیشتر بکند. امیدواریم ما در سال پیش رو شاهد اصلاحات همه جانبه در درون نظام خودمان و برای تقویت نظام خودمان و برای تقویت پایه‌های امنیت ملی و رفاه اجتماعی باشیم. فرا رسیدن نوروز و سال نو شمسی هر ساله با پیام رهبران کشورهای مختلف جهان به مردم ایران همراه بوده است. امسال نیز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به سنت هر ساله در پیامی نوروز را به مردم ایران تبریک گفت. او در این پیام با اشاره به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور خواست مردم ایران را تغییر در سیاست‌های کشورشان دانست و ابراز امیدواری کرد که مسئولان جمهوری اسلامی نیز پیام مردم خود را شنیده باشند. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود بار دیگر تکرار کرد که او در حل مسئله هسته ایران به دیپلماسی پایبند است و در صورت پایبندی ایران به توافقات بین المللی خود این کشور می تواند به جایگاه خود در جامعه جهانی بازگردد. As you and your families gather around the Nowruz table, I want to extend my best wishes on this new spring and new year. Since taking office, I've offered the Iranian government an opportunity. If it meets its international obligations, then there could be a new relationship between our two countries, and Iran could begin to return to its rightful place among the community of nations. Last year, you, the Iranian people, made your voice heard when you elected Dr. Hassan Rouhani as your new president. During his campaign, he pledged to strengthen Iran's economy, improve the lives of the Iranian people, and engage constructively with the international community. And he was elected with your strong support. Last fall, I spoke with President Rouhani. It was the first conversation between an American president and an Iranian leader since 1979. I conveyed to President Rouhani my deep respect for the Iranian people, just as he expressed his respect for the American people. And I told him that I firmly believe
that we can address the serious disagreements between our governments, reduce distrust, and begin to move beyond our difficult history. That's the message the Iranian people sent at the ballot box last year. I hope that the entire Iranian government hears that message too, because for the first time in many years, we have the opportunity to start down a new path. Thank you. And Eid Shoma Mubarak. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس نیز در پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز بریتانیا را پایبند به توسعه روابط با ایران دانست. او ضمن اشاره به اینکه تمام اختلافات میان دو طرف هنوز حل نشده تاکید کرد که دو کشور در حال آغاز روابط جدیدی هستند. ایران و بریتانیا از آذر ماه سال 1390 و پس از آنکه نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت این کشور در تهران حمله کرده و عکس ملکه این کشور را پایین کشیدند، روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، روابط دو کشور به سطح کاردار بازگشت. I want to take this opportunity to wish all those celebrating around the world a happy Nowruz. Nowruz is also a time for fresh starts. And in that spirit, I want to say to the Iranian people that the United Kingdom looks forward this year to improving relations with Iran. This is something our two governments have been working on over the last few months. Our diplomats are visiting each other's countries after a gap of nearly 2 years. We are establishing new relationships, and we're talking to each other about a range of matters important to both our countries. Nowruzitan Piruz. امیر حسین جهانشاهی بنیانگذار موج سبز نیز در پیامی به مناسبت نوروز سال جدید را به ایرانیان داخل و خارج از کشور تبریک گفت. آقای جهانشاهی با یادآوری اهمیت پروژه آشتی ملی آن را اتفاقی بزرگ خواند و ابراز امیدواری کرد که در سال جدید ایران شاهد چنین تحولی باشد. او با اشاره به مرگ نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی در سالی که گذشت او را نمادی از موفقیت طرح آشتی ملی دانست و بر بازسازی اقتصادی و آبادی کشور با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی تاکید کرد. سالی که می آید باید آشتی ملی را برای ما بیاورد. این باید به این معناست که اگر نتوانیم این آشتی را محقق کنیم، به ویرانی کشور رضایت داده ایم، به شرایطی رضایت داده ایم که امروز ملت‌های مصر، سوریه، لیبی و اوکراین را در خود غرق کرده است. قدرت و بینش ملت ایران نمی‌گذارد ما به بیراهه برویم. و حالا اخبار کارگری امروز. ستاد مرکزی گرامی داشته هفته کارگر برای 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر با برنامه ریزی راهپیمایی کارگران در این روز درخواست مجوز این راهپیمایی را به وزارت کشور ارسال کرده است. مهدی فراهانی رئیس روابط عمومی اورژانس قم: سه کارگر گرفتار میان آوار یک ساختمان ویران شده به طرز معجزه‌آسایی نجات یافتند. مجلس نمایندگان روسیه دوما امروز با اکثریت قاطع آرا معاهده الحاق شبه جزیره کریمه به خاک این کشور را تصویب کرد. شورای عالی پارلمان روسیه نیز روز جمعه برای اتمام مراحل الحاق کریمه به این کشور فردا رأی‌گیری مشابهی برگزار خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه معاهده الحاق کریمه به خاک کشورش را امضا کرده بود. در همه پرسی که روز یک شنبه در کریمه بر سر سرنوشت این منطقه برگزار شد، اکثر ساکنان این منطقه به جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه رأی دادند. از سوی خبرگزاری ایتارتاس به نقل از معاون وزیر دفاع روسیه گزارش داد که این کشور نیروهای نظامی خود را در کریمه برای مقابله با تهدیدهای خارجی افزایش خواهد داد. بحران در کریمه پس از آن آغاز شد که ماه گذشته دولت نزدیک به روسیه در اوکراین سرنگون شد و دولتی نزدیک به غرب بر سر کار آمد. روز گذشته دولت موقت اوکراین اعلام کرد از این پس شهروندان روس برای ورود به خاک این کشور باید روادید دریافت کنند.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و نگرانی خود را نسبت به بحران اوکراین ابلاغ کرد. هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است. از سوی خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سران اتحادیه اروپا امروز برای بررسی تشدید فشارها بر روسیه و حمایت از اقتصاد اوکراین تشکیل جلسه خواهند داد. اتحادیه اروپا هفته گذشته 22 مقام روسی و اوکراینی هوادار مسکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. امروز همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنانی در پارلمان این کشور مرگ گروه 8 را اعلام کرد. در این گروه 8 کشور صنعتی جهان حضور دارند که عبارتند از آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه. مقرر بود نشست سران گروه 8 امسال در شهر سوچی روسیه برگزار شود. اما با شروع بحران اوکراین، دولت‌های غرب از ادامه حضور در جلسه‌های مقدماتی نشست خودداری کردند. زمزمه‌هایی از احتمال اخراج روسیه از گروه 8 شنیده شده است. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که در سخنان خود در انتقاد از سیاست‌های واشنگتن قصد اساءه ادب به آمریکا را نداشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر وزیر دفاع اسرائیل امروز با صدور بیانیه اعلام کرد آقای یعلون با همتای آمریکایی خود چاک هگل تلفنی تماس گرفته و تاکید کرده است انتقادها نباید باعث آسیب روابط استراتژیک دو جانبه شود. این بیانیه پس از آن صادر شد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفت و به سخنان یعلون اعتراض کرد. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه در سخنانی در دانشگاه تل‌آویو گفته بود که اسرائیل نمیتواند در مقابله با ایران هسته‌ای به آمریکا اعتماد کند. او افزوده بود که بحران اوکراین نشان از ضعف واشنگتن است. نیروهای ارتش سوریه قلعه الحسن واقع در حومه شهر حمس را از مخالفان مسلح باز پس گرفت. این اقدام در چارچوب حملات ارتش سوریه و نیروهای همپیمان آن به مناطق هممرز لبنان برای اخراج مخالفان مسلح از این مناطق صورت گرفته است. در نتیجه حملات امروز ارتش دولت سوریه به حمس، خسارت‌های فراوانی به مخالفان مسلح حکومت اسد وارد آمد. بسیاری از مخالفان از آتش نیروهای دولتی به منطقه وادی خالد در شمال لبنان فرار کرده تا هم نفسی تازه کرده و هم خود را برای ادامه درگیری آماده کنند. اما هلیکوپترهای ارتش سوریه محل تجمع مخالفان را در وادی خالف هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی لبنان گزارش داده پس از این حمله شمار زیادی از مخالفان کشته و 41 نفر نیز که زخمی شده بودند در دو بیمارستان در شمال لبنان بستری شدند. سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. محمد حسن یوسف پور سیفی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی بند 350 اوین از بیمارستان امام خمینی به زندان اوین بازگردانده شد. نیروهای امنیتی در روستای نمنج از توابع شهرستان پیرانشهر پس از بازداشت سیامند سلطان با مراجعه به منزل پدری وی در حین تفتیش منزل اعضای خانواده را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مردی به اتهام تجاوز و آزار و اذیت زنان با رأی دادگاه به 3 بار اعدام محکوم شد. با گذشت 1 روز از پایان دومین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1، هلگا شمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد هنوز اختلافات حل نشده زیادی میان ایران و قدرت‌های جهانی وجود دارد. صحبت‌های خانم شمید در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان این دور از مذاکرات گفتگوها را در راستای روشن شدن برخی مسائل بسیار موفقیت‌آمیز توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اتحادیه اروپا در ایمیلی که به مقامات ارشد این اتحادیه نوشته در این حال اعلام کرده با وجود این تفاوت‌ها مذاکره کنندگان ایرانی برای دستیابی به توافق نهایی با 5+1 بسیار متعهد به نظر می‌رسند.
بنابر این گزارش، ایمیل خانم اشمید پس از مذاکرات دو روزه میان نمایندگان ایران و 5+1 که روز گذشته در وین اتریش پایان یافت، نوشته و ارسال شده است. از سوی دیگر، سرگئی ریباکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، از احتمال تغییر موضع مسکو در مورد گفتگوهای هسته‌ای با ایران در واکنش به اقدامات غرب در قبال بحران اوکراین خبر داد. او همچنین گفته روسیه نمی‌خواست تا از گفتگوهای هسته‌ای ایران به عنوان ابزاری برای تهدید استفاده کند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای ریباکوف که نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای 5+1 با ایران است، در این حال تاکید کرده که اهمیت اتحاد مجدد با کریمه برای روسیه بسیار مهمتر از مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران است. در روزهای گذشته تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین و اعلام استقلال کریمه از این کشور بالا گرفته است. آمریکا و اتحادیه اروپا در اعتراض به دخالت روسیه در این منطقه تحریم‌هایی را علیه مسکو و برخی مقامات این کشور وضع کردند. معاون وزیر خارجه روسیه می‌گوید هرچند کشورش دوست ندارد از گفتگوهای هسته‌ای ایران برای تهدید غرب استفاده کند، اما اگر غرب مسکو را مجبور کند، روسیه اقدام‌های تلافی‌جویانه در پیش خواهد گرفت. ریباکوف اما توضیح نداد که روسیه در این خصوص چه اقداماتی را انجام خواهد داد. پیشتر یک مقام وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که اختلاف روسیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین تأثیری بر مذاکرات 5+1 با ایران نداشته باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نمایندگان پارلمان اتریش با دفاع از سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی تاکید کرده در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. او در این حال گفته وضعیت حقوق بشر در هر جای امکان بهتر شدن دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این دیدار که در جریان سفر هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به وین و پشت درهای بسته با اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اتریش صورت گرفته، درباره مواردی چون روابط ایران و غرب، برنامه هسته‌ای، حقوق بشر و بحران سوریه گفتگو شده است. بنابر این گزارش، صحبت‌های ظریف در پاسخ به نگرانی برخی نمایندگان از جمله آلف کرون، نماینده حزب سبزها و متخصص در حوزه حقوق بشر، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود که 22 اسفند ماه منتشر شده، به مواردی مانند اعدام‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندان و اقلیت‌ها و عدم استقلال روند قضایی در ایران اشاره کرده و نسبت به افزایش روند اعدام در ایران هشدار داده است. به گفته رئیس انجمن اتریش ایران به رویترز، آقای ظریف در دیدار با اعضای پارلمان این کشور اعدام‌ها در ایران را مربوط به جرائم مواد مخدر دانسته و صراحتاً اعلام کرده در کشورش مخالفت سیاسی هیچ گاه اعدام به همراه ندارد. به گفته سازمان ملل در سال 2013 بین 500 تا 625 تن در ایران اعدام شدند. این سازمان تاکید دارد که اگرچه بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، در میان اعدام شدگان زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بودند. و حالا نوبت می‌رسد به یک جمله یک خبر. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین: در آینده نزدیک در عرصه جنگ اقتصادی هم با همین غیرتی که کشتیگیران به خرج دادند به پیروزی خواهیم رسید. ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سینما: در سال 88 فرزندانم با بلندگوی کارگردانی من به پشت بام می‌رفتند و به نفع موسوی الله اکبر می‌گفتند. محمد تقی مصباح یزدی، استاد حوزه علمیه: اکثریت اهل تسنن تعمدی نداشتند که این راه را انتخاب کردند. هرچند تعدادی از زندانیان سیاسی که آخرین روزهای حبس خود را می‌گذراندند در ماه‌های اخیر آزاد شدند، اما کماکان تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی در زندان هستند. فشارها بر خانواده‌های آنان افزایش یافته و اجازه ملاقات حضوری را از آنان گرفتند.
امروز و در آستانه نوروز از ایران خبر می‌رسد که مرخصی بیش از 50 تن از این زندانیان لغو شده و امکان حضور در کنار خانواده خود در روزهای عید را نخواهند داشت. از محمد نوریزاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی که بیش از 50 روز است به نشانه اعتراض در مقابل ساختمان وزارت اطلاعات حاضر می شود، درباره دلیل لغو مرخصی های نوروزی زندانیان پرسیدیم. ما گرفتار جماعتی شد که بیخردند یا ارفاق کنیم کمخردند و اینها به هر حال به حاکمیت رسیدند و اختیارات جامعه رو در دست دارند و تعیین تکلیف میکنند، یعنی که دو گرم سواد انسانی داشته باشند و بدونن با جهان فهم چجوری میشه مراوده کرد. الان شما نگاه کنید، شب عیده، کوچکترین بارقه ای از انسانیت اگر در حاکمیتی که به هر حال جمعیتی رو در زندانهای خودش داره اگر بود، میامد برای تعلیف قلوب، برای گشایش، برای همدلی، یه چند تا رو به صورت سمبولیک مثلا آزاد میکرد، مرخصی میداد، میگفت اینها همین که در بین خانواده هاشون باشن برای من حاکمیت تبلیغه، نشون میده که من با اینها دعوا ندارم، جنگی ندارم، سر ستیز ندارم. اما چرا یک سال از دولت آقای روحانی میگذره و ایشون نمیتونن کاری بکنن؟ برای اینکه ریسمان اراده در جای دیگری تاب میخوره و خارج از حوزه و توان و بایستگی های آقای روحانی است و اونجا بیت رهبری است، سپاه اطلاعات. واقعیت قضیه این هستش که آقای روحانی اختیار چندانی نداره، به خصوص که بیت رهبری میخواد به مردمان بفهمانه آن کسی که اینجا تصمیم میگیره من هستم، نه روحانی که شخص دوم کشور به لحاظ اجرایی. بیت رهبری، سپاه اطلاعات میخوان بگن که آقا این ما هستیم که تعیین تکلیف میکنیم که چه کسی کجا باشه، چه کسی در زندان باشه، چه کسی باید اعدام بشه، چه کسی باید با گشایش ما روبرو بشه، کجا باید لبخند داده بشه، کجا باید عصبیت به خرج داده بشه. از آقای نوریزاد همچنین چشم‌انداز ایشان را نسبت به آینده فعالان سیاسی و زندانیان در ایران پرسیدیم. این ما مردم هستیم که با نقدمون، با فریادمون، با اعتراضمون، با اینکه ناراضی هستیم، با نشان دادن عدم رضایتمون این آینده رو به سمتی که خودمون متمایل هستیم سامان بدیم، جهت بدیم. وگرنه مثلا شما یه نگاهی به قد و بالای امام جمعه ها بیندازید، یه نگاهی به قد و بالای مجلس بیندازید، یه نگاهی به قد و بالای رئیس قوه قضاییه و برادرش در مجلس بیندازید، اینها اصلا رقبتی برای گشایش ندارن. برای اینکه به محض اینکه در عرصه‌های رسانه‌ای، در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی گشایشی برای مردم اگر ایجاد بشه، خود اینها در تنگنای پرسش‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این ما هستیم، یعنی ما مردم هستیم که آینده رو آنچنان که خودمون دوست داریم آرایش بدیم و این آرایش آینده که دیگران از ما دریغ می کنند مستلزم صرف هزینه است. یعنی ما باید هزینه بکنیم، آسیب ببینیم، رنج ببریم از این که فرزندانمون در زندان ها هستند، حاکمیتی که با عصبیت میاد زندانی رو در زندان نگه می داره و درها رو به روی اومی بنده و میگه که مطلقا من فضایی برای تو نمی پردازم که تو شب عید خانه داشی در کنار همسر و فرزندانه، بخواد بگه این من هستم که تعیین میکنم تو کجا باشی. به همین دلیل که این آینده در دست فهم ماست، به همین دلیل که من وقتی با یکی می پرسش این دو با آفیق می شم هیچی نمیگم الا همین، چون حاکمیتی که الان در سر کار آینده رو به نفع خودی سامان میده و این آینده‌ای که متناسب با خواست حاکمان هست فرسنگ‌ها با آنچه که ما می‌خواهیم فاصله داره و ما اگر مشتاق آینده مطلوب خودمون هستیم برای نسل‌های بعدی باید این آینده رو به نفع خودمون سامان بدیم. ممنون از اینکه با اولین بخش خبری در سال 1393 همراه ما بودید. به اتفاق همه همکارانم در تلویزیون رها سال خوبی را برای شما آرزومندیم.